والی هرات بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست به پروسه صلح یکجا شوند و دست از جنگ بردارند. عبدالقیوم رحیمی که در برنامه غرسنه حال برای صلح در شهر را صحبت می کرد تاکید کرد که صلح یگانه خواست مردم افغانستان است. به منظور حمایت از صلح در سراسر افغانستان قرار است حدود 1 میلیون نهال غرس شود. سید حسن حسینی به این برنامه رفته و از جریان آن گزارش می دهد. ده ها جوان در هرات با راه اندازی کارزار نهالشانی حمایت خود را از مذاکرات صلح اعلان کردند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات هم در این برنامه که در ارتفاعات شمال شهر مشهور به بام هرات راه اندازی شده بود اشتراک کرد. آقای رحیمی با غرس نهال اظهار امیدواری کرد که گروه های دخیل در جنگ افغانستان به دولت بپیوندند. او همچنان جوانان را سرمایه کشور خوانده و نقش این قشر جامعه را در فردای بهتر افغانستان مهم عنوان کرد. اکثریت جامعه افغانستان جوان هستند و این وطن یعنی اکثرا مربوط از اوست و رهبری آینده از مملکت هم مربوط از اوست. در همین حال برخی از اشتراک کنندگان این برنامه از دولت و گروه های مخالف مسلح خواهان برقراری صلح به گونه دائمی هستند. این اشتراک کنندگان میگویند که با غرس نهال امیدوار به آمدن صلح به کشور هستند. تنها نقش از او اینه باشه که ببینه، ما میخوایم که نقش رهبری کننده داشته باشه در پروگرامه صلح. امروز ما اینجا جمع شدیم تا نهال صلح اینجا بشونیم تا یک پیامی باشه به خاطر صلح و آبادی وطن. در همین حال برخی دیگر از اشتراک کنندگان برنامه نهالشانی گروه های مخالف مسلح را به صلح تشویق میکنند. با باور آنان پیوستن به صلح سبب آبادانی کشور خواهد شد. خواست من به عنوان یک جوان اینه که گروه های مخالف دولت باید که به صلح اراده کنن و دیگه جنگ بس است. بحث های صلح بیشتر از آن مردم است و به خاطر ما این حال را غرس میکنیم که یک پیام برسانیم که ما تشنه صلح هستیم. با این حال دیده شود که گروه های طرفدار جنگ و ناامنی صدای موسیقی و صلح‌خواهی این جوانان را چه وقت شنیده و برای بهبودی اوضاع افغانستان چه زمان آستین برمیزنند.